اهدافتان صدها درود. پیروز باشید. حضار محترم، امروز رژیم آخوندی در سه جنگ در منطقه به دام افتاده است و در هیچ کدام راه پس و پیش ندارد. نگاه کنید که رشد بادکنکی ولایت فقیه به کجا رسیده است. در سوریه خانه‌ای که آخوندها بر روی شنهای روان ساخته بودند در حال آوار شدن است. با اینکه رژیم آخوندی هر سال میلیاردها دلار برای حفظ بشار هزینه کرده، اما حالا نفسهای دیکتاتور سوریه به شماره افتاده است. باشد که در فردای پیروزی خامنه‌ای در کنار بشار اسد از جمله به جرم کشتار 300 هزار زن و مرد و کودک سوری در دادگاه جنایی بین المللی محاکمه شود. رژیم آخوندی دولت دست نشانده خود یعنی مالکی را از دست داده است. این شروع افول رژیم نه تنها در عراق بلکه در تمام منطقه است. اگرچه با مداخله جویی سپاه قدس به بهانه مقابله با داعش به نسل کشی سنی ها دست میزند و بیهوده میکوشد تا آب رفته را به جوی بازگرداند. و در یمن خامنه‌ای می‌خواست این کشور را تصرف کند تا در مذاکرات اتمی و در بحران منطقه موقعیت بالاتری کسب کند. اما بزرگترین ائتلاف کشورهای منطقه را علیه خود برانگیخت. حالا روزی که بشار اسد صمود کند یا روزی که قوای این رژیم در عراق یا در یمن کمرشکن شوند، تمام جبهه رژیم در خاورمیانه فرو می‌ریزد. پیشروی در این سه جنگ از توان این رژیم خارج است و عقب نشینی از این سه جنگ هم باعث فروپاشی این رژیم می‌شود. پس این بن‌بست هم گواه حتمیت سرنگونی ولایت فقیه است.